بلبل اینگاهی هم که مثل این قفلن و به هیچ روشی در نمیان بیرون، یعنی توپی در نمیاد بیرون، خار رو آزاد میکنید. اینجا بالای حسچه رو باید کامل بشکنید، اینا رو که شکستید در میارید بیرون. این اینو، این کنس داخلی رو باید لبش حالا یا با جوش آب کنید یا بزنید بشکنید که بتونید این بلبلینگ های داخلیش رو دونه دونه در بیارید بیرون. حالا بریم رو میز کار. اینجا دستگاه جوش رو بالاترین حالت آمپر خودش میذارید، چون قرار نیست جوش کاری کنید، میخواید حسچه رو ذوب کنید. اینجا رو باید ذوب کنید که ساچمه رو در بیارید بیرون. اینجا که بس شما کردید، اینجا وسیله خار جمع کن. این دونه دونه این ساچمه‌ها رو باید بکشید بیرون. بازی بازی باش کنید تا جا باز کنه. یکیش که در بیاد بیرون دیگه بقیهشون رو بیدار. یکیش دو تاش، دونه دونه باید ساچمه ها رو در بیارید بیرون. این سه تاش، استاد با این وضعیت رانندگی کنی به جلوبندی و چرخ اونور آسیب نمیزنه؟ جلوبندی و چرخ نه، فقط باعث میشه که هم سگ دستت خراب شه هم توپیت. این تمام ساچمه رو که درآوردی باید این کنس بالایی رو با یه پیشگوشتی یا حالا هر چیزی یه ضربه بزنید، کنس بشکنه، اینو در بش درش بیارید بیرون. Thank you.
دیدید مثل این بعد در میاد، یه جوش، یه پاس جوش اونجاش بدید که یکم ضعیف بشه، یه تقه بزنید میشکنه. اگه کنس بالایی در نیامد اون حسچه پایینی رو باید به وسیله پیش گوشتی بشکنی تا بقیه بلبرینگا از پایین در بیارید بیرون. دو تا ضربه میزنی تا حسچه پایینی ول کنه خودشو. ساچمه رو از زیر باید خارج کنید. دو تا ضربه باید بزنید سر شکم جا ول کنه به این صورت. اینجا این کنس بالا که بشکنه میرید سراغ حسچه پایینی. خب ببین این حسچه پایینی هم به همین راحتی پایینی که بشکنید در میاد دیگه. حالا دسترسی دارید بسش بلورینگ رو از اینجا در میارید عوض میکنید، توپی هم باز میکنه دیگه، مثل آموزش های دیگه عوضش میکنه. اینجا باید حالا این پیچ ها رو باز کنیم تا اینو آزادش کنیم. بریم واسه کار اینجا. اینجا دیسک رو باز میکنید. بریم واسه درآوردن کنس. اینجا وسیله سنکرز یه خطی روی این میندازیم. پیش گوشتی میذارید داخلش و رو میزنید تا کنس بشکن. سعی کنید زیاد سنگ و عمقی نگیرید که خط به هیچ وجه روی توپی نیفته. این بقیه چی هم که با جوش کاری کردید ذره سنگ میگیرید که صاف بشه. این از این اینجا باید دیسک رو ببندید روی توپی. دیسک رو میبندیم میریم واسه در آوردن. اینم چک کنید که قشنگ همه شون مچ باشن. بریم واسه بقیه کار. خب اینجا واسه در آوردن کنس بیرونی بلبرینگ، بلبرینگ قدیمی میذارید داخلش، ساچمه‌اش رو یک کنس هم میذارید روش، میذارید زیر پرس.
جای بولبورینگ هم قشنگ تمیز میکنی تا بولبورینگ رو جا میزنی مثل کلیپ های قبلی. موفق باشی.